برنامه اتاق خدا با تقدیم سلام وقت بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز با ما جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمانان گرامی ورزشی. بازی های المپیک پاریس 2024 در جغرافیای افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا تقدیم شما میشه. این رویداد بزرگ جهانی را از آریانا فراموش نکنید که 206 کشور با 10500 ورزشکار در المپیک 2024 حضور دارند. کشورهای بلاروس و روسیه به دلیل مسائل جنگ اوکراین و مشکلات سیاسی حق حضور در المپیک 2024 را ندارند. با ما در بحث دنیای ورزش پرویز نادری، یکی از ورزشکارهای مبارزات آزاد و همچنین یکی از مربیای بسیار خوب با دستاوردهایشان به برنامه آمدند و می‌خوایم در رابطه با رشته‌های ورزشی که اینا فعالیت داشتن صحبت‌های داشته باشیم. آقای نادری سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به برنامه ما. علیکم السلام، سلام خدمت شما و تلویزیون آریانا و از بینندگانی که ما را از تلویزیون آریانا بیننده هستند. استاد پرویز نادری دکو هستم، یک تن از ورزشکاران مبارزات آزاد. بخیر و سلامت باشین. چی گپا بود دکو؟ سلامتی بود، خیر خیره دیگه. نام خدا ورزشکارای زیاد. نام خدا ورزشکارای خوب دارم اک. کنار شما بوده است. شاگردای خوب دارم اک. انشالله که یک دو هفته بعد مسابقاتشان هست اک بخیر. بسیار خوب. چقدر مدت زمانی است که شما ورزش MMA کردین؟ در کنار MMA شما رشته بوکس هم، کیک بوکس هم انجام دادین، موی تای هم. کدام ورزش براتون بیشتر دلچسب بوده؟ دلچسب مبارزات آزاد برام دلچسب بوده. من رشته کیک بوکس هم کار کردم، موی تای هم کار کردم. حدود 14 سال میشه که ورزش میکنم. 14 سال ورزش، دستاوردها چی است؟ چقدر برد دارین، چقدر باخت دارین؟ نام خدا مدال‌ها رو که من می‌بینم سمت چپ کلاً مدال‌های طلاست و سمت راست هم مدال‌های نقره و برنز. زیادتر برد داشتیم دیگه. مسابقات البته برد و باخت داره دیگه. یک نوع باخت دارم دیگه. خب دستاوردهای شما، مدال‌هایی که گرفتین از کشور جمهوری اسلامی ایران بیشتر مدال‌هایتون دیده میشه. بله. ایران چند بار سفر کردین؟ چند مسابقه داشتین؟ 8 سال من در ایران بودم. مهاجر بودم در کشور ایران، 8 سال مهاجر در ایران بودم. به نام مهاجر مسابقه میکردم. به نام مهاجرین مسابقه میکردم. چطور شد که دوباره برگشتین افغانستان اومدین؟ بالاخره اومدیم که کشور ما دیگه افغانستان که از مادر از مادر گفتم میشه دیگه، اومدیم که به افغانستان خودمون خدمت کنیم که جوانای ما را تشویق کنیم. بسیار خوب. برخورد ایرانی ها چی گونه بود با ورزشکارای افغان، با مهاجرین افغان؟ برخوردشون غیر قانونی بود. به خاطر که مسابقات می برد افغانی ما در مسابقات می برد، بنده خدا رو می گرفتن رد و مرز میکردن. مسابقات برد و باخت داره دیگه، مشکلی نداره دیگه. ورزش صحت است، ورزشکار سفیر صلح هست. چی افغان باشه، چی مثلا ایرانی باشه، افغان یعنی ورزش مرز نداره. مرز نداره. ورزش مرز نداره، نباید این کارو میکردن. ورزشکارای ما رو رد و مرز کردن. چقدر ناراحتی بود مردمای ما، افغانای ما؟ آیا کسای حاضر میشدن که مسابقه بکنن؟ حاضر بودن، مسابقه میکردن دیگه. خب به خاطر کشور ما بیرق افغانستان رو بالا کنن، نام افغانستان رو بالا کنن دیگه. باز رد و مرز میشدن. رد و مرز میکردن. حضور میدادن مردم ایران که افغانی چطور بیاید در کشور ما مسابقه کنه، در خاک خود ما رو بزنه. و از کپایی که شما دارین، تقدیرنامه‌ای که دارین، میشه بگین که مسابقاتی که به جز از ایران کدام جای دیگه هم شرکت داشتین؟ ترکیه هم مسابقه داشتیم. بله، این تندیس که است. بله. کپ قهرمانی مسابقات چهار جانبه بود. بله. بین ایران بود و پاکستان بود، تاجیکستان بود که ما بعد دست آوردیم. چندم شده؟ اول شدم. نام خدا. این تندیس باز گرفتم. بعد این کپ در افغانستان در دشت برچی مسابقات داشتم که میدان وردک بعد دست آوردم. بازو کپ از ایران بعد دست آوردم. بسیار خوب. حالا چطور است امکانات ورزشی در افغانستان؟ و زمانی که از ایران آمدین چقدر راضی هستی و مسابقاتی که داشتی چقدر به نفع خودت بوده؟ همین که نام افغانستان ما که بالا میره برای ما کلش از دست دیگه فرق نمیکنه. هرچی که مثلا افغانستان ما دست پنجه نرم میکنیم به خاطر ورزش، زحمت میکشیم، خیلی زحمت های زیاد میکشیم دیگه که افغانستان ما بالا شوه، مثلا بله. یکان مدال های بالا رو بریم برای افغانستان، مدال های المپیک بریم به افغانستان. خبر داری که مسابقات المپیک پاریس هم از طریق تلویزیون جهانی آریانا نشر میشه؟ بله. و شش افغان ما هم در المپیک پاریس شرکت میکنه. آخرین مسابقه شما در کدام تاریخ بود، با کی بود؟ آخرین مسابقه ما در دوره امارت نینگرهار بود، از جلال آباد بود. بله. که تعریفم از ولایت کنر بود که باز از ضربه نیکاوتش کردم. ضربه فنی کردن. ضربه فنی. حالا هم برنامه‌های مسابقات دارین؟ در کدام سازمان قرار است مسابقه داشته باشیم؟ یک مسابقات داریم پاکستان است بخیر. 25 روز بعد رونده پاکستان هستیم بخیر.
که انشالله دیگه توکل به خدا دیگه ببینم چی میشه. از مربیایتون نگفتین کیها در کنارتون بوده تا فعلا و کی بیشتر مشوق شماست که شما بتونین در راستای ورزش همیشه درخشش داشته باشه؟ استاد واسه قیمی همکاری میکنه که ما واقعیت که یک استاد خوبی هست دیگه، بازی یک استاد ما در آلمان است به نام حمید تاجیک هست، از افغانی خود ما بود، در ایران بود، در تیم مهاجرین که بودیم. زحمت های زیاده برای ما کشیده و از رای دورم میتونه شما را همکاری بکنه، کمک کنه؟ فعلا که خودشان قبولی را نگرفته. نه گفتم شما را میتونه که از رای ورزش کمک بکنه، از رای دور چی برنامه‌ای خواد داشت بر شما تا اینکه شما در افغانستان که ما را مثلا بطلبه کشورهای دمو کشور بطلبه ما مسابقه کنیم؟ جدا از تلبیستان شما گفتین مربی خوبی داریم، من گفتم مربیایی که در کنار شما شما را استاد واسه قیمی است. استاد واسه قیمی دیگه قرار است دیگه برای ما یگان مسابقات برگزار کنند دیگه در سازمان همکفسی. چی گونه می‌بینی؟ از عریفای داخلی باشه، خارجی باشه؟ عریفا خارجی باشه، داخلی که در افغان خودم راضی نیستم که در افغان خودم مسابقه کنم. کلا ما یک افغان هستیم، افغانستان از دیگه نامش پیداست مسابقه، نامش پیداست، فرق نمیکنه هر کی که رقیب شد حریف شد باز آدم مبارزه میکنه دیگه، مبارزه میکنه. باز دفتر خارجی باشه خوب است برای ما. افغان خود آدم باز دقیق. بله. در خانواده به جز خودت کیها ورزشکار هستن؟ در خانواده برادرای من ورزشکار هستن، همگیشون رشته مبارزات آزاد. میرش شاگرد خودم هستن. خب نام خود شما به عنوان یک مربی عزیز بگین، گفتن در دکو ما یک کلب داریم، جوانا نوجوانا اینا مشوق هستن میاین ورزش میکنن؟ بله، در کو کلاب دارم از مدرسه آفازای قرآن هم آفاز هستن، او هم میان پیش من تمرین میکنن دیگه. دارم شاگرد دارم خوب افاد به خدا. جوانا را از دود مواد مخدر چیزایی که ضرر داره گفتم دوری کنن. کی حمایتتون میکنه در خود دکو؟ کسی هست که از بزرگا بگوین که آفرین به خودت که اینجا یک شهامت داشتی که جوانا را دور هم قرار بدی و از راه ورزش بر اینا خدمت بکنی؟ پدرم هست که مولوی مسجد ما هست، بله. تشویق ما میکنه. از این مدالایی که گرفتی، از این کپایی که گرفتی چقدر راضی هستی تا فعلا؟ این کپا و مدالا را حتما خوب نگهداری میکنی چون عرق ریختی یار را دست آوردی؟ و زور چنگ دندان فامی یار را دست آورده من، یه علاقه خونمش گرفته. بله. باید مسابقه کنی، عرق بریزنی، زحمت بکشی که تا بعد از بری مدال. در دکو بجز شما کسای دیگه هم قهرمان است؟ قهرمانی دارن؟ هستن، ورزشکار هستن. کدام رشته ها؟ رشته وشو است دیگه. در رشته موی تای شما؟ در رشته موی تای مسابقه کردیم، در رشته کیک بوکس هم مسابقه کردیم. حالا روی آوردیم به مبارزات آزاد. چون که مبارزات آزاد در افغانستان رشد کرده، افغانستان چه بیرون از افغانستان هم رشد کرده مبارزات آزاد MMA. ما امیر اشتر انتخاب کردیم. بسیار خوب، میخوایم پیامتون بر جامعه ورزشی افغانستان داشته باشیم، مثل شما جوانان را بیشتر حمایت بکنه، تشویق بکنه تا اینکه شما بتونین درخشش خوبی داشته باشین، پیشرفت خوب داشته باشین. مثل که حالا ما میبینیم روی میز دید دستاوردا هر کدامش زحمت هایی کشیده شده و خصوصا از کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای دیگه که شما گفتین در کشور ترکیه هم مسابقه کرده. بله، در کشور ترکیه هم مسابقه کردم، اونجا تک فایت بود. تک فایت بود، توانستم که اول شام. پیامت به جامعه ورزشی چی است؟ ورزش کنن، ورزش خودش صحت است. جامعه ورزشی که شما را حمایت بکنه، کمک بکنه. حمایت کنه که ما فهمیدید بتونیم مسابقه های بیرون مرزی بریم، بتونیم که به افغانستان مدال کسب کنیم، که افغانستان ما را به اهتزاز در بیاریم. خیلی سپاسگزار پرویز نادری، ورزشکار مبارزات آزاد. خوش آمدید، موفق باشید. قربانت، سلامت باشید. بخیر باشید. وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین در دنیای ورزش. دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز، شما بیننده دنیای ورزش از آریانا نیوز هستین. مهمان خیلی گرامی هم داریم در این بخش، البته استاد سیار ادیب، بنیانگذار ورزش بی فیت بی استرانگ و یکی از قهرمان های رشته فیتنس و یکی از مربیای خیلی موفق در رشته فیتنس و در گذشته هم همکار بسیار خوب ما در آریانا بخش ورزش بودن، اما امروز خوشبختانه در دنیای ورزش با ما هستن. در رابطه با ورزش جدید بی فیت بی استرانگ می‌خوایم صحبت‌های داشته باشیم که ایجاد این رشته و سهولت‌هایش، نمایندگی‌هایی که اینا ساختن و در خدمت جوانان و ورزش و ورزشکارا هستن. آقای ادیب سلام، خوش آمدین به دنیای ورزش از آریانا نیوز. سلام خدمت شما جمشید جان عزیز، خدمت دوستایی که امیل از زمار از تلویزیون
آریانا نیوز تماشا میکنند. خدا کنه که جور سعادتمند باشند و همیشه خوش و شاداب باشند. سپاسگزار هستم. مثل شما هم اگه خوش و شاداب هستن. همین رشته جدید یک رقمک مرا وادار ساخت که بیشتر کنجکاو شم و شما را دعوت بکنم به برنامه. شما یکی از بنیانگذارای این رشته ورزشی هستین، بی فیت بی استرانگ. بین یک معلومات کلی را بکنین که ورزش کیها میتونن کیها نمیتونن و این خود ورزش بی فیت بی استرانگ چی نوع یک ورزش است؟ تشکر جمشید خان. ما تقریبا مدت 10 سال قبل در زمانی که ما ورزش میکردم و مربی ورزش بودم، همیشه در ذهنم یک خلاقیت میگشت. من میخوایم در ورزش یک خلاقیت داشته باشم. نمیخوایم تلا ورزش کنم، مسابقه کنم، بالاخره بره و یک زمان شوه که مثل دیگه قهرمان ها یک نامی از باقی بمانه و خلاص. من خواستم که در عرصه ورزش یک خدمتی کرده باشم در جامعه ورزشی، بخصوص به افغانستان و تمام جهان. همیشه در ذهنم میگشت، بالاخره یک سلوگن در ذهنم آمد که همیشه من وقتی که تمرین میکردم همیشه ورزش های قدرتی و ورزش های فیزیکی با هم یک جای تمرین میکردم، در جیم و در کلاب های رزمی هم که میرفتم. بالاخره در ذهنم گشت که هم قوی باش هم فت باش، بی فت بی استرانگ. از اون زمان یک جرقه در ذهنم آمد و همیشه ما در عکس هایی که در اینستاگرام پست میکردم، بعد از هر تمرینات فشرده ای که من میداشتم با دوستای مشترک شاگردایم که یک جای میبودیم تمرین که میکردم، در جریان تمرین برشان سلام میکردم بی فت بی استرانگ، قوی باشین، یک نیرو برشان میبودم. شعارتان رو میبود در جریان تمرین. تا بالاخره با گذشت سالها همیشه بالای ازی سلوگن یا شعار تمرکز داشتم که ایره به حقیقت تبدیل کنم، به یک رشته ورزشی تبدیل کنم. به لطف پروردگار تقریبا 2 سال قبل ما همی زمینه برم مساعد شد، خواستم که همی شعار را به حقیقت تبدیل کنم و یک سبک ورزشی جدیده که به سبک جهانی تمریناتش هست ما ایجاد کنم، تمرینات بی فیت بی استرانگ، که تمامش روی تلویزیون پلی میشه. از روی تلویزیون تمام دوستایی که در یک صنف یا در یک خود محیط ورزشی تمرین میکنن از روی خود تلویزیون تمرینات شروع میکنن یا آغاز میکنن. وقفه شانم روی تایمر تلویزیون است و تمرینات شانم. تمرینات به شکل دستمندی شده که مثل سنفار مدت 50 دقیقه تمرین است و در مدت 50 دقیقه وقفه هایی که بین تمرینات است و هم تعیین شده، گرمکاری که در آغاز شروع میکنی و تمرین و هم گنجانیده شده و در آغاز وقتی که تمرین شروع میشه تمام امو چند حرکت ورزشی که در یک صنف است به 50 دقیقه اول به معرفی گرفته میشه در روی تلویزیون که این حرکت هاست به شکل درست انجام داده میشه. کسایی که دوستایی که میخوان ورزش کنن، یعنی هیچ نوع مشکلی در جریان ورزش برشان ایجاد نشه. چقدر نتیجه گرفتین؟ والا نتیجه بسیار زیاد، نتیجه بسیار مثبت. هر دوستی که شروع میکنن به تمرین در صنف بی فت بی استرانگ هیچگاه ترکش نمیکنن. یکی از خوبی های این رشته ای است. چی مدت زمانی است که شما عملی کردین بی فت بی استرانگ؟ تقریبا 2 سال میشه که فکس. 2 سال شد. در 2 سال کسایی به قهرمانی رفتن، به مسابقات شرکت. خب ما فعلا مسابقاتش در افغانستان ایجاد نکردیم، اما مسابقات خب 2 سال میگذره، حداقل یک بارم که ما یک ایونت گرفتیم، یک شو گرفتیم که مثل رقابت های دوستانه بین دوستا ایجاد کردیم. رقابت های شما به شکلی است که مثل ورزش های فتنس یا پرورش اندام فیگور نیست، مثل ورزش های رزمی رزمیدن نیست، فقط اونمو
تایم است و تمریناتی که خود با خود بادی یا خود اندام صورت میگیره و با وسایلی که از صورت میگیره فقط تایم ست میشه. هر کس تانست بدرستی و با تایم کم انجام داد تو قهرمانی رشته میشه. خیلی عالی. هر سن سال میتونه این ورزش پیش ببره. خوبیش نه است که ما اکثرا در کلاب ها یا جیما که دوستایی که مراجعه میکردن میرفتن به خاطر ورزش، یک مشکل راهنما وجود داشت یا ترینر یا مربی که از دوستای، چون در یک باشگاه یا جیم یا جیم فتنس تعداد زیادی از دوستا یک جای ورزش میکنن، یک ترینر یا یک مربی نمیتونه با تمام اشخاص با حرکات های متفاوت بتونه رسیدگی کنه. از این لحاظ همیشه دوستا شکایت میکردن، شکایت داشتن. بله. ما این شکایت در رشته از بین بردیم، برطرف ساختیمش. اولین راهنماشون تلویزیون است. دومین راهنماشون در هر صنف تمرینی ما که تقریبا از 18 نفر تا 20 نفر گنجایش داره، در 20 نفر که تمرین میکنن در یک زمان، دو ترینر است همراهشون، یک تلویزیون و بسیار تمرین ها به شکل سرگرم کننده و عالی پیش میره، مثل یک صنف تمرینی دوستانه و بسیار یک فضای مثبت و هیچ نوع مشکل یا هیچ نوع سوالی به ورزشکاری که اونجا میباشه تمرین میکنه نمیمونه. آینده ای رشته را چگونه میبینین در افغانستان؟ قسمی که در ظرف دو سال ما سه نمایندگیش ساختیم، انشالله به یاری پروردگار آینده عالی و درخشان داره و به زودی این رشته جهانی میشه، از افغانستان سراحت کرده و جهان تسخیر میکنه. رشته ای است که ما تمام تمرینات به شکل استاندارد بین المللی گنجانیدیم که به خاطر رشد عضلات، رشد تمرکز ذهنی، رشد فیزیک و یک انسان وقتی که تمرین میکنه از هر لحاظ، یعنی از لحاظ ذهنی و فیزیکی و از هر لحاظ یک رشد عالی می داشته باشه و بسیار به شکل درست و خوشایند از برای شخص. بله. از کمپ های ورزشی، یک کمپی که تازه ایجاد شده در بین در مورد از این هم بگید، چی رشته های ورزشی زیر چتر از این پیش میره و شما هم در کمپ هستین و چقدر مؤثر واقع میشه همچون کمپ های استاندارد ورزشی ایجاد شده و رشته های مختلف تمرینات مشخص باشه؟ تشکر از این که در این بارم سوال کردین. همون شکل گفتم کمپ ورزشی جدید که ایجاد کردیم از قهرمان جهان پرورش اندام استاد یاسین قادری است که من هم افتخار از این دارم که شریکش هستم. خیلی عالی، تبریک باشه. تشکر، سلامت باشین. تمام رشته های ورزشی در اینجا فعالیت داره. بسیار خوب. یعنی تمام وسایل به شکل استاندارد است، محیط آرام، فضای آرام، هیچ یعنی هیچ نوع مشکلی را ما در داخل کمپ کسی که ورزش میکنه نماندیم. هر سوالی را که در از لحاظ ورزشی ما داشتیم قبل از ایجاد کمپ، ما دوستا را خواستیم، ورزشکارا را، کسایی که صاحب نظر بودن، نظرات خودمون را شریک ساختیم، خواستیم که یک کمپی باشه که یعنی هیچ نوع مشکلی در اونجا وجود نداشته باشه. هر سوالی که در پیش یک ورزشکار ما باشه اونجا حل شود. مجهز با تمام وسایل است، به شکل استاندارد است، ترینرهای مجرب داریم که یکی از رشته هایش خوشبختانه که جمشید جان احمدی که همکار ما هستن، افتخار ما هستن پیش میبرین، اونم شکل یک کمپ مکمل تکمیل و در خدمت همشهریان است که دوستایی که میان میبینن راضی هستن. به امید پیشرفت‌ها، به امید موفقیت‌ها. واقعا از این موضوع کمپ که ما ها آگاه شدیم و دوستا خیلی از جوان‌ها و ورزشکارا مشوق به این هستن که همچون یک مکان‌های استاندارد در افغانستان، بخصوص کابل پایتخت که حق مسلم هر جوان هست،
باشد. شما در نظر گرفتین، زحمت کشیدین، به امید پیشرفت‌های شما هستیم. خیلی سپاس آقای سیار ادیب، بنیانگذار ورزش بی فیت بی استرانگ، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امروز دنیای ورزش را پررنگ ساختین. خوش آمدید. ممنون از شما و از همکاران عزیز شما که ما را دعوت کردین. خوش آرام باشین. بخیر باشین. سر بلند باشین. سپاسگزار هستم. سپاس امتنان از شما هموطنان عزیز، شما که بیننده دنیای ورزش هستین. ناگزیر هستیم از حضور گرم شما خداحافظی بکنیم. صحبت های سیار ادیب، بنیانگذار ورزش بی فیت بی استرانگ هم شنیدین. و شما جوانای عزیز، اگر مشتاق هستین به رشته های مختلف ورزشی، میتونین به کمپ های ورزشی، کمپ هایی که استاندارد است، مراجعه کرده تمریناتتون رو پیش برین. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.